دوست داشتم بیام بیرون بکشم نقاشی ها و اینا رو، خب چون که تو خونه دیگه بدبختا نمیتونم درس بخونم، بیام بیرون خیلی بهتر میتونم کار کنم. مثلا یه جایی که همه نشستن دارن کار میکنم، من بیشتر میتونم کار کنم تو خونه اتاق تنهایی. حالا امروز میخوام برم بشینم تو کافه چیکار کنم. فردا آخرین روز کلاس ماست، خب آخرین روز کالجه، یعنی دیگه تموم میشه فعلا این ترم. بعد تابستونم من دیگه هیچ کلاسی ندارم، چون رشته ما خیلی کلاس نداشت تابستون، یعنی همین دوتا تکراری بود و یه چند تا کلاس دیگه که پر شده بود. متاسفانه نتونستم وردارم هیچی، ولی بدم نیست، حالا مثلا 3 ماه تعطیلم دیگه، به کار دیگه میرسم. تو این کلاس دیجیتال میدیا آرته، خب اینترودکشن تو دیجیتال آرت خیلی کلاس هیجان انگیزی بود. از اول شروع کردیم، مثلا اول با عکاسی شروع کردیم، بعد فتوشاپ، بعد استادمون بهمون گفت که مجله درست کنید، مثلا این دیزاین بود، بعد یعنی اول فتوشاپ بود بعد این دیزاین بود، بعدش در مورد کمیک بود، قسمت آخرم ویدیو بود، یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای باید درست میکنیم. بعد حالا برای فاینال گفته که هر کی یکی از اینا رو انتخاب کنه و روی اون کار کنه. من کمیک رو انتخاب کردم چون احساس کردم توش بهترم، چون نقاشیه و کمیک خب چیزیه که دوست دارم، کمیک رو انتخاب کردم برای فاینالم. حالا باید چیکار کنیم؟ باید 16 صفحه کمیک درست کنیم. کمیک قبلی 8 صفحه بود، خب حالا باید 2 برابرش کنیم برای فاینال. هیچ کاری نکردم تا امروز، یعنی اصلا وقت نشده و هیچ ایده‌ای هم نداشتم راستش. حالا هیچ ایده‌ای نداشتم، ولی چند روز پیش یعنی یه ایده داشتم که قدیمی بود، یه ایده داشتم من که خیلی وقت پیشا میخواستم اصلا تبدیلش کنم کلا به کمیک. خب حالا میخوام روی اون ایده کار کنم که الان میگم بهتون چیه و اینا. میخوام فعلا بریم کافه بشینیم. میخوام برم بشینم اونجا شروع کنم، اینجا محل مورد علاقه من. اینو بردم که شروع کنیم. من یه چیزایی قبلا کشیدم، خب اینا رو قبلا، یعنی صبح قبل از اینکه تصمیم بگیرم ویدیو بگیرم، اینا رو کشیدم. حالا میخوام بقیهشو بکشم. این در مورد چیه؟ کمیکه. این ایده رو قبلا داشتم، قرار بود که بکشمش ولی هیچ وقت نکشیدمش. در مورد چیه؟ یه حالا خیلی جالبه که الان باید میگم چی شد. در واقع یه نوزادیه، یه بچه که روی دستش راه میره و میره بعدن توی سیرک کار میکنه. خب ایده در همین حد بود، فقط در حد همین، و اصلا نه اولی داشت نه آخری، هیچی، فقط یه ایده بود که مثلا این ایده است. حالا مثلا بعدا میخواستم در موردش بگم. حالا جالب چیه؟ جالب اینجاست که من اینا رو که الان نشون دادم کشیدم، خب شروع کردم کشیدن این اسکیچاش. بعد خیلی جالبه، تو وقتی مثلا شروع میکنی به کشیدن و حالا کار کردن روی اون ایدهه، اصلا خودش میاد ایده های جدید و اول و آخرش مثلا مشخص میشه. خیلی جالبه که تو وقتی شروعش میکنی اون فکرهای دیگه ای هم میاد، یعنی ایده های دیگه میاد و تو میفهمی که چیکارش میخوای بکنی. برای منم همینطوری شد. حالا مثلا من فقط این ایده رو داشتم که مثلا یه دچه که روی دستش را میره و بعدا میره توی سیرک کار میکنه، خب و آخرش هم داشتم که این تبدیل میشه به یه پرنده، خب آخرش هم داشتم ولی نمیدونستم اینا رو به هم رفت بدم. خب ولی صبح که کشیدم، حالا ایدم این بود که مثلا این حالا به دنیا میاد، مثلا از اینجا شروع کنم که این به دنیا میاد، حالا رو دستش رو میره، بعد دیگه نمیدونستم چیکارش کنم. اول اینطوریش کردم که با یه فیل توی سیرک بود و با یه فیل برنامه اجرا میکرد و حالا مثلا خب فانتزی داستان دیگه، بعد با این فیل ازدواج میکنه و بعد باردار میشه، حالا اون بچه بدونیم. ولی خب این قرار بود پرنده بشه در نهایت. تبدیلش کردم به یه عقاب، اون کاراکتر دیگر رو،
که به تبدیل شدن این به پرنده هم حالا ربط پیدا میکنه. و وقتی که کشیدم خیلی باحال شد، که حالا بعد آخرش رو بعدن توی ادامه ویدیو نشون میدم، حالا آخرش رو نمیگم بهتون. آره حالا بریم اونا رو بکشیم و ببینیم که چی از سوش در میاد دیگه. این ایده است، این ایده شه، ببینیم حالا بکشیم از چطوری یزوق در میاد. اینا رو برداشتم بریم اونجا بشیم، چون که اینجا جا نبود بشینم، خیلی بتونم نقاشی کنم و برم بشینم توی میز. خب یه جایی خوب پیدا کردم که بشینم بکشم. اینجا یه سری چیز کشیده بودم قبلا، سطح بندیاشو که چطوری باشه. من تصمیم گرفتم که از اینجا شروع کنم، اینجوری من تبدیل کنم به تقسیم بندی کنم، چهار صفحه این چهار صفحه. خب حالا من از اینجا شروع کنم که این اول که صفحه اولش فقط میخوام یه دونه چادر سیرک بکشم. خب صفحه اول فقط یه چادر سیرک که اینجوریه. صفحه اول اینه، فقط مثل ستاره صفحه اولش اینه. خب چادر سیک. بعد میخوام در مورد اولش مادره بگم که اسمش هاناست. هم اسمش رو بزن هانا. دو تا صحنه میخوام نشون بدم ازش، یکی روی تناله که در راه میره، و یکی هم که میشه این شکلی اینجا وایسره و یک سری چاقو از این چاقو که پرس میکنم توی سیرک. این نمیش میکنشون رو خب مثلا این شکلی وایسره و یک سری چاقو. حالا اینجا خورده نخوردهش، این صحیح کسی و اینجا میخوام معرفش کنم که there was a woman named Hannah and بقیه چیزا. در چهار پاد چهار تا نمایش مختلف نشون میدم ازش. ادامه ماجرا رو اومدیم در خونه. خب من تصمیم گرفتم که باهاش اینو ببینم، Stranger Things، چون که ندیده بودم تا اینجا دیدم. Thank you.
من اینا رو بالاخره پرینت گرفتم. ببین یعنی نمیدونم، من هر دفعه با این پرینت مشکل دارم اصلا. یعنی هر دفعه پرینت میگیرم اشتباه از آب در میاد. واقعا این اصلا خود شده بود. یعنی ببین پرینت میگیرم بعد یا بزرگ در میاد یا کوچیک در میاد یا پشت و رو در میاد، یه صفحهش مثلا برعکس میشه، اصلا نمیدونی. یعنی هر دفعه پرینت هم شانسی درست در میاد. حالا این دفعه هم همینطور. این دفعه هم اومدم پرینت گرفتم، حالا بجز اون سالما اولش یه 100 بار پرینت گرفتم، هر دفعه یه اشتباهی شد. ببین الان اینو گرفتم، کوچیکه وسط صفحه، اینقدر اندازه کاغذ نیست. اینو اومدم گرفتم، این دفعه آچار برام پرینت گرفته. من میخواستم دو طرف صفحه باشه اینجوری، من میخواستم این شکلی باشه. خب مثلا اینجوری دو طرف صفحه که تا میکنی مثل کتاب بشه. بعد این دفعه آچار در اومد، اصلا نمیدونی یه وضعی. خلاصه بالاخره بعد از این همه پرینت خراب، بالاخره تونستم یه پرینت درست بگیرم. دوستم یعنی شیرینی گرفتم، بریم با نازگل بریم کافه.